سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع امروز میزبان وزیر دفاع و یک سپاهی پایکار بود، سردار علی فدوی. ما یه نقش راهی رو با اجزای وزارت دفاع ترسیم کردیم. الحمدلله تا الان مو به مو و قسمت به قسمت این نقشه راه انجام شده. فرمانده نیروی دریایی سپاه آمده بود تا تعداد زیادی از موشک‌های کروز قدیر را که سفارش داده بود تحویل بگیرد. دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع این بار قدیر را با قاف نوشتند، چرا که نماد قدرت در رزم دریایی است. برد بلنده اون ضد رادار بودن یا رادار گریز بودنش، قابلیت های پیچیده هدایت و الکترونیک و ضد جمینگش و به خصوص توان هدف قرار دادن شناورهای مختلف رو با دقت بسیار بالاست. قدیر 300 کیلومتر برد دارد. 300 کیلومتر به اضافه برد شناورها و بالگردهای ماست. سردار دهقان وزیر دفاع هم گفت موشک‌های دریایی و زمینی و آسمانی ما در قدرت و سرعت و کاربردهای متنوع و توان رزم حرف اول منطقه را می‌زند. سپاه و وزارت دفاع اخیراً موشکی را هم آزمایش کردند که هرچه گفتیم هر دو میهمان باز حرفی از آن نزدند. اون موشک بسیار خاصی است و موشکی نیست که اینطور مراسمی و شما با دوربین رو بیاد برای تحویل دهش. اون برای یه زمان خاصی دشمنا تحویل میگیره.